Hola y buenas, muy bienvenidos a otra lección de español con Bamboo Languages. Yo soy Sarah Gematí y hoy en esta oportunidad vamos a hablar y practicar una conversación y también vamos a ver diferentes tipos de saludos, diferentes formas de preguntar por las profesiones y etc. Entonces, como siempre, acompáñadme. همراهان بامبو سلام به بخش آموزش زبان اسپانیایی بامبو لنگویجز خیلی خوش اومدین من زهرا همتی هستم و در این ویدیو قرار با همدیگه یک مکالمه ای رو کار کنیم و مدل های مختلف سلام و احوال پرسی و مدل های مختلف پرسیدن شغل افراد رو با هم دیگه تمرین بکنیم اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردین لطفا این کار رو انجام بدین و مثل همیشه به ما انرژی و روحیه بدین تا آخر این ویدیو همراه من باشید اکومنسر دوستان عزیز به بخش اول این ویدیو آموزشی خیلی خوش اومدین. در این درس قرار ما با هم راجع به دیفرنتس تیپوست سالودوس یعنی در واقع مدل های مختلف سلام و احوالپرسی پرسی با همدیگه صحبت بکنیم در قالب یک کنورساسیون یا مکالمه ببینید دوستان فعلی که داریم اینجا سالود و سوستانتیو یعنی اسمه و الورب و اس فعلش چیه؟ فعلش هست سالودار سالودار سه هم میتونه استفاده بشه با قالب فعلهای های رسیپروکوس که در جلسات قبلی بهشون اشاره کرد پس فعلمون هم سالودار دار هست خب ببینید دوستان سلام و احوال پرسی یعنی اینکه مدل های مختلفی که شما بتونین مکالمه رو معمولا با کسی آغاز میکنین و خب همیشه شما توی درسهای قبلی با توجه به مکالماتی که خوندیم فقط این رو یاد گرفتین که بپرسین سلام چطوری و طرف مقابل هم جواب بده مرسی خوبم تو چطوری یا حالا شما چطورید الان با توجه به این که شما فعل استار رو هم یاد گرفتین و کلا تمامی افعال رو در هر سه گروه یاد گرفتین افعال بیقایده رو هم یاد گرفتین و یک دید کلی و خیلی خوب از افعال به دست آوردین بریم سراغ یک سری عبارت دیگه چون شما همیشه خب ما که ربات نیستیم همیشه بگیم سلام چطوری طرف مقابلم بگه سلام خوبم مرسی یه باری ممکنه طرف مقابل جواب بده که خوب نیستم ای بدک نیستم نفسی میاد میره یا حتی کسی که سوال میپرسه میتونه بگه که اوضاع چطوره همه چی رو به راهه خب اینا میشن یک سری فرم های دیگه امروز میخوایم با توجه به اینکه شما فعل ها رو دیگه یاد گرفتین و یک دید کلی از افعال دارین بریم یک سری عبارت های جدیدی رو یاد بگیریم که دوستان من این مبحث رو براتون باز میکنم ولی این مبحثیه که متعلق به سطح آی آیک هم نیست همه عزیزان از سطح آی آیک تا سطح های بالاتر میتونید از این اصطلاحات استفاده بکنید چون اینها رو خیلی کم شاید تو کتاب های آموزشی ببینید که مثلا اومده باشن مکالمات اینطوری رو معمولا در قالب تکست ها و به قولی متون برای شما آوردن اینها رو در هر ساعتی که شما باشین میتونید از این عبارت ها استفاده کنید و دیگه فقط به اون اولا کتال بی بسنده نکنید خب ببینید دوستان ما اینجا یک شخصیت فرضی داریم اون اونا پرسونا ایماخیناریا که اسم مارگاریتا اسم طرفمون مارگاریتا است. خب اولا مارگاریتا کتال این رو توی جلسات قبلی داشتید. کتال سیگنیفیکا چطوری؟ کتال سیگنیفیکا چطوری؟ خب ببینید دوستان کتال معمولا توی سیتواسیونس اینفورمالس استفاده میشه. سیچویشن های غیر رسمی. ولی کتال کلن اگر یادتون باشه شاید تو ویدیوهای قبلی براتون گفته باشم که در زمان سلام و احوال پرسی شما باید فعل استار رو به کار ببرید چرا به خاطر اینکه خب ما تعریفی که از فعل استار داشتیم این بود که فعل استار یک فعلیه که حالت و وضعیت رو نشون میده برخلاف فعل سر که یک چیز پرمننته و کنستانته دائم رو نشون میده پس حال من یه چیزیه که لحظه به لحظه متغیره و همیشه شما هم تو سوال هم تو 90 درصد جواب که برای سالودوس دارین و میخواین به سوال چطوری و هم خانواده هاش جواب بدین در 90 درصد اوقات شما فعل استار رو دارید توی عبارت کتال شما تو پرانتز استاس رو در نظر بگیرین که حذف شده این رو مایورمنت معمولا در اکثر مواقع در سیچویشن های این فرمال استفاده کنید ولی اگر فرمال هم خواستید استفاده کنید مشکلی نداره چون همون جوری که یه استاس تو پرانتز که به تو برمیگرده میتونه هست بشه میتونید شما بگین کتال استا اوستد کتال استا اوستد پس شما با اون استا میتونین این رو یه کمی رنگ و بوی فرمال بهش بدین مشکلی نداره در نهایت ولی بسیار بسیار کمون ایگورینت و رایج هست که تل خب عبارت بعدی با پالاورا انتروگاتیوهای کمو کمو استاس یا کمو استا پراوستد ببینید دیگه این که شما اوستد برید جلو یا تو برید جلو به شما به کنتکستتون به بکگراند مکالمه و یه چیزی کاملا دست خود شماست ولی این سوال دقیقا اکیوالنت آیستا پرگونتا هست اکیوال آیستا پرگونتا هم معنی همینه یعنی چه شما بگین کتال چه بگین کومو استاس فرقی نداره یا حالا برای اوستد پس در نتیجه یک حالت دیگه برای پرسش حال افراد این عبارت هست کومو استاس یا کومو استا اوستد عبارت بعدی کتل پرکی خب این این و یعنی این طرفا از این طرفا کتال پر اکی توی بخش دیرکسیون ها زمانی که داشتیم راجع به آدرس ها صحبت می کردیم با این ها آشنا شدین اکی ای قیدهای مکانی اینجا آنجا پر اکی هم یعنی از این سمت یعنی شما فرض کنید اگر خواستیم کسی رو راهنمایی کنین و خواستیم بگین که مثلا یه نفر میگه که از کدوم خروجی باید برم از کدوم در برم مثلا پر شما میگین پرکی از این طرف از اینجا پس برای این قیدها ها شما پرپوزیسیون پر رو استفاده میکنین و میشه به قولی دیسوی و از این سمت ها در نهایت دوباره بهتون میگم سوالی که اینجا داریم کتل پرکی سیگنیفیکا از این طرف خب دارین صحبت میکنید و میدونیم که چقدر راحت میتونید از این عبارت ها در صحبت هاتون استفاده بکنین. سیگنته که تنموس از کمو انداس کمو بچه ها این کمو انداس هم دقیقا همون بار کمو استاس کتال رو داره یعنی سینونیمه فقط اینجا از فعل اندر استفاده شده اندر یک فعله به معنای سینونیمای کامینار هست یعنی راه رفتن کم انداز اینجا معنیش این نیست که چطور راه میری اینجا یعنی چطوری چه جوری داری با زندگی کنار میای کما انداز پس در واقع سینونیموی کومو استاس و کتال هست خب عبارت بعدی که خیلی ساده و بدون فعل بدون حضور فعل میتونین این سوال رو داشته باشین تو دو بیان تودو بین یعنی همه چی مرتبه همه چی خوبه که این دقیقا از معنای لغوی عبارت برداشت میشه تودو میشه همه چی همه بین هم یه قیدیه که قبلا باهاش آشنا شدیم به معنای ول و خیلی خوب و عالی پس وقتی میخوام به طرف بگم همه چی مرتبه تودو بین و در نهایت آخرین فرمی که من برای شما نوشتم سوال کومو با تودو اوزا چطوره؟ کومو با تودو اوزا چجور پیش میره؟ اوزا چطوره؟ فعلی که اینجا دارین فعل ایر هست یعنی با اصلا کنخوگاسیون دل وربو ایر این صرف فعل ایر هست که شما نخوندین و در درس های آینده باهاش آشنا میشید و اون رو یاد میگیرید ولی سوالش رو به همین صورت میتونید حفظ بکنید و اینجوری نیست که شما برای اشخاص مجبور باشین این رو تغییر بدین به خاطر همین تو هر مکالمه هستین میتونید این رو چون سوالش در واقع به اون زندگی برمیگرده حالا چه شما اوستد طرف رو بگین چه تو بگین چه وسطرس بگین چه اوسدس بگین زندگیشون همه میشه لویدا پس در نتیجه تا دو، یک سوال این وریابله هست و میتونیم برای همه اشخاص از این سوال استفاده کنیم بریم قسمت بعدی و جوابهای احتمالی به این جملات رو با همدیگه کار بکنیم دوستان عزیز در این قسمت میخوایم بریم جوابهای احتمالی به سوالهای های تخته قبلیمون که مثلا چطوری اوزا چطوره همه چی مرتبه اینها رو ببینیم چه پاسخهایی میتونیم به اینا بدیم خب اینجا الان مارگاریتا میخواد جواب خاویر رو بده شخص قبلیمون مارگاریتا بود حالت اول احتمال اول دوباره ببینید من استوی رو براتون تو پرانتز گذاشتم که بدونین تمامی این حالت ها باید با فعل استار گفته بشه درسته؟ خب مثلا بین بی یا استوی بین بی ایگوال فرقی ندارن اینا با هم انتر پرانتزیس دیگه میتونه بیاد میتونه نیاد خب بین بی رو یاد گرفتین قبلا یعنی خوبم هم. همون معادل ول ان انگلیس سینونیم هایی که برای این خوبم برای که حالا همیشه بین دوستانی که در سطح های بالا هستند باید سینونیم ها رو بلد باشن. چرا به خاطر اینکه خب بین بی یه لفظیه که از توی کتاب آی آیک بچهها بچه ها و حالا متقاضیایی که میخوان اسپانیایی یاد بگیرن باهاش آشنا میشن بنابراین کسی که مثلا سطح b دو هست اگر مثلا جایی بخواد امتحانی چیزی بده قطعا بین بی خیلی به دردش نخواهد خورد باید یه جوری نشون بده که من یه کمی استرکتوره های پیچیده تری رو بلدم پس سینونیم ها هم برای عزیزانی که تو سطح های مبتدی هستن شما الان میتونید استفاده بکنید از همین الان حفظ بکنید هم عزیزانی که تو سطح های بالاتر قرار دارن شما هم یاد بگیرین که همیشه همه جا بین بین ان، بی که مثلا هر کسی که دو جلسه اسپانیایی خونده بین رو بلده شما یه فرقی با این افراد داشته باشید خب سینونیم اول فنومنال یعنی عالی و فوقالعاده اینا همه تو یک معنی هستن به جای فنومنال خنیال خنیال استوی خنیال استوید مراویا استوید مراویا یعنی شگفت انگیزم عالیم فوقالعادهم یا دیوینامنته دیوینامنته یعنی خیلی عالیم روی به قولی میگن رو ابرام یا مثلا حالا چون که کلمه دیوینو من الان اینجا ترجمه بر شما گفتم رو ابرا وگرنه اصطلاحی نیست که به معنی رو ابر بودن معنی بده منظورم اینه که یعنی خیلی عالیم دیوینو و دیوینا یک صفته که یعنی خدایی و ملکوتی و این داستانها دیوینامنته یعنی من فوقلادم عالیم خب پس این برای زمانهایی که ایشالله همیشه شما بخواین از این حالت ها استفاده بکنید حالت بعدی موی استرسادو موی استرسادا فمنینو ای مسکولینو یعنی چی از ظاهر کلمه باید معنیش رو متوجه بشین استرسادو یعنی استرس دارم خیلی استرس دارم درسته موی یعنی خیلی Muy estresado, muy estresada. خب. حالت بعدی Bueno, no estoy en mi mejor momento. راستشو بخوای تو بهترین شرایط خودم نیستم. تو بهترین حالت خودم نیستم. En mi mejor momento. Momento یعنی moment یعنی دقیقه لحظه. منظورش اینه که الان تو بهترین حالت خودم نیستم حالت بعدی رسپیراندو کتل رسپیراندو از فعل رسپیرار میاد به معنای نفس کشیدن و وقتی شما در این حالت این رو حفظ کنین به صورت این خروندی الان شما نخوندین بعدا بهش میرسید. رسپیراندو یعنی نفسی میاد و میره این ساده ترین و نزدیک ترین چیزی که میتونم براتون ترجمه بکنم حالت بعدی نوم که کخار نوم که کخار دوستان درسای جلسه قبلی کخار رو داشتید ولی کخار سه بود درسته ما داشتیم میگفتیم که کخار سه یه فعل پرونومیناله همیشه باید به صورت کخار سه باشه الان چه اتفاقی افتاد این زمیر می که میبینین متعلق به فعل کخار هست ما در زبان اسپانیایی زمانی که چند تا فعل رو میخوایم پشت سر هم قرار بدیم مثل این عبارت اینجا شما فعل های ایرگولار رو خوندین پدر رو آشنا شدین باهاش پدر به معنای توانستن و یک فعل کخار خب چه اتفاقی میفته زمانی که اینجا دو تا فعل داریم حالا برای هر فعلی هم همینجوری اگر بیشتر هم باشه همینه دو تا دو تا فعلا رو باید در نظر بگیریم ببینیم سوختوها یا سابجکت یا فائل ها یکی هن یا یکی نیستن خب اینجا نمیتونم شکایت کنم یعنی شکایتی نیست راضیم حالا شکایتی ندارم این معنی عبارته پس نمیتونم شکایتی کنم نمیتونم اکین سرفیره به کی برمیگرده به یو کی نمیتونه شکایت بکنه دوباره از معنای جمله شما متوجه میشین یو پس زمانی که دو تا فعل دارید و سوختوهاشون یکسانن سوختوهاشون یک نفرن همیشه و همیشه فعل اول صرف میشه و فعل دوم در حالت اینفینیتیو قرار میگیره یعنی شکل خام فعل درسته؟ پس به خاطر همین میشه پوید و کخار حالا در صورتی که فعل شما پرونومینال باشه از هر تیپی یا حالا رسیپروکوس یا رفلکسیوس یا خود پرونومینال اون زمیر شما چند تا جای مشخصی میتونه بیاد یا این زمیر سه که میاد در عبارت و حتما باید صرف بشه یا قبل از فعل صرف شده قرار میگیره یعنی اینجا پوئدو صرف شده این میاد قبل فعل صرف شده یا به فعل شما در حالت اینفینیتیو میچسبه پس همین جمله رو اگر میگفتی نو پوئدو که خر درست بود و یک کلمه رو تشکیل میدن یعنی لازم نیست اسپاسیو و فاصله بذارید اینجا میچسبه به فعل شما که خرمه اینجا قبلش میافته به صورت جداگونه پس دوستان دقت بکنین عزیزانی هستند که زمانی که میخوان این فعل هایی که میزم و تو دارن یعنی سابجکت و فائل یکسان دارن وقتی فعل پرونومینال میبینن فعلی که زمیر سه داشته باشه زمانی که میخوان اون فعل رو در حالت اینفینیتیو قرار بدن یادشون میره که اون سه رو تبدیل کنن به اون سیغهی که داره صحبت میکنه شما حتی اگر این کخار رو داشتین اینجا و خواستین زمیر بهش بچسبونین نباید بگین نو پویدو و کخار سه اشتباهه کخار اینفینیتیو و باقی میمونه ولی زمیر سه حتما تبدیل میشه پس یا نو مپویدو و کخار یا نو پویدو و کخار م پس زمیر سه رو دقت بکنین در حالتی که فعل و اینفینیتیو کردین این زمیر باید تغییر بکنه نمیتونین بگین مثلا که خار سه زمیرتون رو بدون تغییر قرار بدین خب عبارت بعدی اکی استاموس اکی انداموس هستیم میگذرونیم اکی استاموس اکی انداموس یه سینونیم دیگه, دیگه اینجا میتونین ببینین ای واموس دوباره این واموس هم مثل کنخوگاسیون دل با ایر صرف فعل ایر برای نوسوتروس این اینم هم سینونیم همین عبارته یعنی هستیم میگذرونیم ای واموس اکی انداموس اکی استاموس سون سینونیموس عبارت بعدی استوی رگولار یا سیمپلمنت رگولار Regular سیگنیفیکا نیبین، نیمال مال یعنی معمولی نه خوب نه بد کتال regular معمولی نه خوب نه بد و در نهایت آخرین عبارتی رو که برای شما نوشتم نینگونا نوبداد کتال چطوری چه خبر نینگونا نوبداد یعنی خبری نیست. اینجا دوستان میتونید این سوال رو برای که نینگونا نوبداد اضافه بکنیم که بپرسیم اگر سوال چه خبر رو دقیق تر بدونین سوالش میشه که آی د نوه بو. و اونجا میتونین جواب بدین نینگونا نوداد، هیچ خبری نیست، خبر جدیدی نیست. پس یه سوال هم اینجا یاد بگیریم چه خبر که آید نوبو با نیگوونه خبری نیست. بریم قسمت بعدی رو ببینیم. <موسیقی> خیلی خوش برگشتین به قسمت جدید این ویدیو آموزشی. در این قسمت یه سوال جدید میخوایم یاد بگیریم یه کلمه پرسشی جدید که میتونین توی مکالماتتون در سطح ساعت هر سطحی که هستین حالا معمولا برای مکالمات آشنایی افراد به کار میره میتونید از این سوال استفاده بکنید کلمه پرسشیمون کوال هست کوال اصطلاحا یعنی کدام ولی توی معناهای سینونیم کلمه پرسشی که هم یعنی وات چی هم ظاهر میشه یعنی شما توی سری از جملات از این کلمه معنای ویچ و کدام رو در میارید توی یک سری از سوال ها معنای همون چه چی رو در میارید حالا ما میخوایم اینجا نکته ای که فقط هست اینه که شما بعد از کوال فعل احتیاج دارید از نظر ساختاری بعد از کوال نمیتونید اسم قرار بدین حتما باید فعل بیاد در... یعنی در واقع تفاوتش با کلمه پرسشی که مثلا کتال رو دیدین تال. اون که پرسشی بعدش باید اسم قرار بگیره مثلا همین عبارت ها رو حالا سینونیم هاشو براتون میگم ولی اگر همون عبارت رو میشد با کوال پرسی در حالتی که به معنی جمله بخوره کوال از نظر ساختاری بعد شما فعل احتیاج داری این از نظر استروکتورا و گراماتیکالمنت ابلندو. حالا میخوام صحبت بکنم راجع به پرفرنسیا یعنی چی از فعل پرفریر میاد چیزی که ترجیح میدیم چیزی که اولویتمون هست چیزای مورد علاقمون این سوال رو ببینیم دوستان کوال اس تو کلور فاوریتو این کلمه از ظاهرش مشخصه دوستانی که انگلیسی بلد باشن این کلمه بسیار هم تلفظ و هم ظاهرش آشناس براشون و مثل فیوریت انگلیسیه همونه دقیقا همون معنا یعنی مورد علاقه صفت فابوریتو فابوریتا بستگی داره اینجا میخواد چی بیاد من اومدم یک سری از چیزهای رایجی که مثلا از کسی ممکنه بپرسین راجع به اینکه پرفرنسیاش چیه مثلا کوالش تو کلور فاوریتو اینجا سینونیم میتونین شما این حالت رو با پرفریدو اینم دوباره صفته خب پرفریدو پرفریدا جایگزین بکنید یعنی کدوم رو ترجیح میدید فرقی نداره پس توی این سال میتونید هم فاوریت و فاوریتا رو استفاده کنید هم پرفریدو پرفریدا کوالس تو پرفریدو کوالس تو لیبرو فاوریتو یعنی کتاب مورد علاقت چیه این سوال رو مثلا اگر بخوام با کلمه پرسشی که بپرسم باید بگم که لیبرو رو گفتیم بعدش باید اسم بیاد و اونجا فعل رو مثلا من میخوام بگم تو چه کتابی رو ترجیح میدی؟ فعل ترجیح دادن چیه؟ پرفری داشتیم اینا رو تو بحث ایرگولاری دادها براتون فعلش رو گفتم که لیبرو پرفیرس تو که لیبرو پرفیرس بعد از که لیبرو که اسم هست رو گذاشتم ولی از نظر معنایی این دوتا یک سؤال کوالس تو لیبرو پرفریدو یا که لیبرو پرفیرس فرقی نداره دپورت کوالس تو دپورت فوریتو و دپورت اشنا حالا برا انتونس دپورت یا دپورت پرفریدو کوالست تو مسکوتا favorیت؟ کوال تو مسکو پرفری در مسکوتا میشه حیوان خانگی؟ درسته؟ و در نهایت حالا عبار خودتون از رو مفهوم ببینین دیگه خیلی چیزها رو میتونین بذارین غذای مورد علاقت چیه؟ سفر مورد علاقت چیه؟ رستوران مورد علاقت چیه؟ همه اینها رو میتونید استفاده کنید آخرین عبارتی که من اینجا کلمه ای که نوشتم پلیکولا کوالش تو پلیکولا پرفریدا یا فاوریتا پلیکولا سیگنیفیکا مووی و فیلم فیلم مورد علاقت چیه؟ اتترا هر چیزی دوست داشتین اینجا بذارید برای این قسمت میخوام حالا جواب بدم به این سوال جوابش رو این تویی که شما در این قسمت مشاهده میکنین صفت ملکی شماست تو کلور فاوریتو یعنی رنگ مورد علاقه تو your favorite color این your رو شما با تو نشون میدین تو جواب خب اون وقت باید بگین my favorite color یا رنگ مورد علاقه من این کلمه ای این صفت پوسسیو و ادختیوز ملکی در جواب با می تغییر میکنه که انشاءالله در جلسات آینده ما بحث پوسسیون ها رو با همدیگه کار میکنیم در نهایت جواب میشه می, می کلور می لیبرو می دپورته می ماسکوتا همه اینا دوباره مس فاوریتو فاوریتا پرفریدو پرفریدا اس فعل سر و دیگه حالا اسمش مثلا من میگم که می ماسکوتا پرفریدا اسل پرو حیوان مورد علاقه من حیوان خونگی مورد علاقه من سگه یا اینجا الان با فعل سر این جمله رو جوابشو دادین اینجا هم صفت پرفریدو رو دیدین تو سوالم اشاره کردم که میتونین از فعل پرفرید استفاده کنین پس در نهایت در جوابتون هم میتونین از فعل پرفرید استفاده کنین اگر مثلا از شما پرسیدن که کوالس تو لیبر پرفریدو میتونین بگین پرفیرو حالا هر چیزی به جای ساختار می لیبر پرفریدو یا فاوریتو اس بلا 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 تا تا, تا میتونین بگین پرفیرو هر چیزی این از فعل پرفریر پس این هم سوالی که شما راجع به پرفرنسیا صحبت بکنین و جوابش رو چطوری بدیم بریم قسمت بعدی با پروفسیونس در خدمت شما هستیم با بخش بعدی این ویدیو میخوایم بریم سوال های مختلفی که میتونیم راجع به پروفسیونس یا مشاقل افیسیوس و این داستان ها از یه نفر بپرسیم وقتی ما مشاقل مشاغل رو با هم کار کردیم یک لیست چند کلمه ای از مشاغل رو دیدیم و یه دونه سؤال اکت این رو با هم دیگه کار کردیم. فعلمون فعل اونجا ولی به خاطر اینکه هنوز مبحث افعال رو به صورت افعال رفلکسیو و پرونومینال ها رو نگفته بودیم گفتیم سوال رو فعلا حفظ بکنید الان شما به خاطر اینکه مبحث اون فعل ها رو یاد گرفتین میتونید ببینید که تددی دوباره این ضمیر ت رو کنار این فعل دارید فعلتون الینفینیتی بوده نوسترو وربو اس ددیکار سه. پس اگر خاص برای اوستد صرف بشه میشه اکه سددیکا. نکته ای که بعد بهش دقت بکنین این کلمه و این سوال باید با پرپوزیسیون آ پرسیده بشه به خاطر اینکه ددیکار سه ا الگو هست فعل شما پرپوزیسیون آ رو میخواد بنابراین در سوال هم شما باید این آ رو داشته باشید سوال های هم خانواده و هم معنی این عبارت رایج ترینشون ان که تراباخاس یا سیمپلمنت دوند تراباخاس فعل تراباخا رو قبلا داشتیم یعنی کار کردن کجا کار میکنی؟ این دو تا سوال یعنی این انکه تراباخاز یا دنده تراباخاز دونده تراباخاز دنده کلمه پرسشیتون رو تو بحث ناسیونال ها داشتین. ولی انکه تراباخاز دوباره شما یه پرپوزیسیون ان دارید اینجا که این پرپوزیسیون دوباره به خاطر ترابخار تو جمله شما اومده همیشه ترابخار ان الگون لوگار ترابخار همیشه باید با پرپوزیسیون ان بیاد کار کردن در جایی شما بعد تراباخار ان اسم مکان میخواین لوگار درسته یه حالت این فرمال دیگه هم میتونید استفاده بکنید که اسس چی کار میکنی این رو هم برای پروفسیون میتونید استفاده بکنین هم تو مکالماتتون توی صحبت وقتی یه نفری کار میکنه داری چی کار میکنی یا الان داری چی کار میکنی پس دوتا حالت رو میده به شما هم چی کار میکنی که طرف شغلی رو بخواد به شما بگه و هم توی دیالوگ های دیگه که داری چی کار میکنی دارم درس میخونم پر خمپلو اونجا هم میتونید بگین که اسس فعل اسر به معنای انجام دادن که با فعلش قبلا آشنا شدی خب چند تا حالت مختلف سوال هایی که برای پروفسیونست میتونین داشته باشین رو الان یاد گرفتین جواب های احتمالیمون شما سوی مس پروفسیون رو بلد شدین تو بحث پروفسیون ها سوی ابوگادا سوی انفرمه سوی مدیکا سوی پروفسورا سوی اسافاتا تمامی این مثال هایی که داشتیم با هم این حالت رو شما یاد گرفتین حالا من همه رو فمینین رو گفتم مثالامو حالت دیگه جواب دیگه میتونین از فعل تراباخار ان استفاده بکنین ببینین هم تو جواب من ان رو گذاشتم هم تو سوال پس اینا قابل حذف شدن نیستن تراباخو ان حالا دوباره گفتیم چی گفتیم بعد تراباخار ان باید اسم مکان بیاد من یه سری رایش ترین مکان ها رو براتون نوشتم اول یه نگاهی به این مکان ها بندازیم تا بعد ببینیم تراباخار ان ما تو جملات چطوری از این استفاده کنیم ببینید دوستان اسپیتال موی کلارو اسپیتال سیگنیفیکا هاسپیتال بیمارستان اوتل اوتل اوتراوز کلارو یعنی هتل تیندا به معنای مغازه کمیساریه کمیساریه سیگنیفیکا اداره آگاهی پلیس استیشن کارنیسریه یعنی گوشت قصابی پلوکری آرایشگاه پلوکریا اسکولا سیگنیفیکا مدرسه اونیورسیداد سیگنیفیکا دانشگاه دوستان دقت کنید اینا رو ما نمیخونیم یونیورسیداد اشتباهی که متاسفانه خیلی وقتا عزیزانی که دارن اسپانیا یاد میگیره انجام بدن یو تلفظ نمیشه تو قواعد خواندن داشتیم اونیورسیداد او اونیورسیداد یا شرکت امپرسا یا کمپانیا امپرسا یا کمپانیا انیه و ای که یه و تیلده ایش هم تیلده داره خب اینا یه سری از مکان ها حالا توی جملاتتون وقتی میخواین تراباخار ان رو استفاده بکنین این مثال رو ببینین من نوشتم تراباخو انو نتیندا یا تراباخو ان سارا مغازه های زارا مثلا پر خب به این آرتیکولو دقت کنین شما توی جمله میبینین که من آرتیکولای اونا گذاشتم توی جمله میبینین من لا گذاشتم یعنی کلا مدل آرتیکولو ما عوض کردم داستانی که اینجا اتفاق میافته شما اگر بعدش میخواین اون مکان رو مشخص کنین برای طرف اسم مکان رو بیارید باید از آرتیکولوی لا استفاده بکنین ببینید مثلا من به شما میخوام بگم که من توی شرکت مثلا فرض کنین هنگام پرخمپلو کار میکنم میگم تراباخو ان لا امپرسا هنگام یا تراباخو ان لا کمپانیا هنگام ولی در مقابل چیکار کار میکنی؟ من توی یه شرکت کار میکنم پونتو نقطه من توی یه شرکت کار میکنم تراباخو انونا کمپانیا تراباخو انونا امپرسا تراباخو انون اوتل تراباخو انون اسپیتال پس زمانی که شما اسپسیفیکامنته نمیخواین اون مکان رو مشخص کنین و تو ترجمه های فارسیش هم ببینین توی بیمارستان کار میکنن آیا مخاطب درکی از این داره که اون بیمارستان اطلاعات واضحی ازش دریافت میکنه؟ نه پس اینجا میاین آرتیکولوس این رو میذارید یا حالا اون یا اونا ولی زمانی که اسم اون مکان رو میارید و اسپسیفیکار کار میکنین که دقیقا اون مکان چیه باید اون آرتیک رو تغییر پیدا بکنه چون شناخته شده میشه اسم دیگه. مثلا بیمارستان دی کار میکنم ترابخو و انل اسپیتال دی. چون دی واضح و مشخص کرد این دیگه هر بیمارستانی نیست یک بیمارستان مشخصه پس توی این قسمت تراباخ و ان یا آرتیکولو این دترمینادو یا آرتیکولو این دترمینادو عزیزان یه وقتهای جملات رو کلا بدون آرتیکل میگن نباید این اتفاق بیفته مخصوصا تو این سوال من دیدم که خیلی وقتا بچه ها ممکنه که اصلا کلا هیچ مدل آرتیکولوی نمیذارن در حالی که نباید این اتفاق بیفته یا این دترمینادو یا دترمینادو بر حسب چیزی که شما میخواین ببینین و انتقال بدین به مخاطبتون بریم قسمت بعدی و یک سری عبارت جدید دیگه هم یاد بگیریم خیلی خوش اومدیم به آخرین بخش این ویدیو آموزشی یه چند تا عبارت براتون نوشتم که همگی به معنای موفق باشید هست که اینها رو قطعا قطعا میتونید استفاده بکنید و بسیار پرکار بردن از رایش ترینشون که سوئرته هست شروع میکنیم سوارت یا بوئنا سوارت یعنی موفق باشی گودلاک دیگه دوستان ببینین اینا حالتی نیست که بحث کلماته شما اوستد باشه اوستدس باشه بوسوتروس باشه تو باشه هر کی که باشه شما همین سوارت خالی رو میتونید اینا فعل نیستن که بخوان تغییر شکل بدن و صرف بشن به ازای اشخاص مختلف خب پس همین حالت ها رو یا سوئرته تنهایی یا بونا سوئرته چرا بونا به خاطر اینکه سوئرت اس فمینینو لا سوئرته بونا سوئرته سینونیم بعدی بونا ونتورا بونا ونتورا یا همین کلمه سر هم نوشته بشه بوناونتورا این فقط بحث رداکسیون و اسکریتوراش هست یعنی بحث نگارشیشه ولی هر دوتا یا یک هم و یعنی موفق باشین یا موچا سورت موچا یعنی خیلی فقط یه انفاسیس میذاره روی کلمه یعنی خیلی موفق باشی موچا سوئرته همونجوری که میبینین دوستان اینجا موچا اومده استفاده شده چون سوئرته فمینینوه درسته؟ پس موچا سوئرته یعنی خیلی موفق باشی این عبارت ها رو هم در دیفرنت سیتواسیونست میتونین به کار ببرید و در نهایت چون این درس رو من در قالب مکالمه براتون نوشتم یک آدیوس هم گذاشتم و بحث امروز رو تموم کردم امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و این ویدیو آموزشی ما اینجا به پایان رسید. Bueno amigos, esto fue la lección de hoy. Espero que os haya gustado nuestro video.

جوابهای احتمالی رو دیدیم همچنین یاد گرفتیم چجوری راجع به پرفرنسیا اولویتها و, و ترجیحاتتون صحبت بکنید مدلهای مختلفی که میتونید از کسی شغلش رو بپرسید رو هم یاد گرفتیم امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین اگر اون رو دوست داشتین لطفا به دوستانتون هم معرفی بکنید و ما رو مثل همیشه حمایت بکنید تا جلسه دیگه و درس دیگه ادیوس بموس